خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جهان آرام. یه خبری است که چند هفته داره مطرح میشه، مبنی بر کاهش 30% کارگران خارجی، یعنی حداقل حقوق هر چی که هست مال کارگرای قبرسی باشه و مابقی که خارجی ها هستند 30% کمتر بگیرن. حالا ماجرا چیه؟ یه سری از کارگران که برای کار میان قبرس شمالی، کارفرما براشون محل زندگی تأمین میکنه و خورد و خوراکشون رو هم میده. خب بیشتر از اینای زندگی هم که طبیعتاً خونه و غذاست. قرار بوده که این افراد 30% کمتر بگیرن که تصویب نشده و خیلی ها گفتن باعث هرج و مرج میشه. البته نباید غافل بشیم از این موضوع که در حال حاضر حقوق کارگری تو قبرس شمالی نسبت به بعضی کشورها حتی در اروپا هم بیشتره. 34,000 لیر ناخالص که تقریبا برابر میشه با 1,000 یورو. شاید هم همین موضوع باعث ورود هر روزه نیروهای تازه کار میشه. نیکوس کریستو دولیدس، رئیس جمهور قبرس یونانی، در واکنش به سخنان هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، مبنی بر این که اسرائیل قبرس جنوبی رو به یک پایگاه لوجستیکی تبدیل کرده، پاسخ داده و مدعی شده که فیدان میخواد قبرس جنوبی رو وارد این درگیری ها کنه. حالا یه سوال اینجا پیش میاد. ترکیه ضامن صلح در جزیره است، یعنی فقط برای ترکای قبرسی نه، برای کل جزیره. حالا اگه یک وقتی اون اتفاق بده بیفته، ترکیه سمت کیو میگیره؟ مهمت آرمانجی، شهردار لفکوشا، جمعیت دائمی و ساکن در این شهر رو با اعتصاب خوابگاه‌ها تقریبا 160,000 نفر اعلام کرده و گفته وقتی جمعیت روزانه و غیر ساکن رو محاسبه میکنید این عدد به بیش از 200,000 نفر میرسه. فردی از یک بازی کازینویی تو سنگاپور برنده جایزه 4,000,000 دلاری شده بوده و از شادی دچار حمله قلبی میشه. این فرد به بیمارستان منتقل شده و حال عمومیش رضایت بخش گزارش شده. قیمت امروز دلار تو قبرس شمالی 61,400 تومان، یورو 66,700، پوند انگلیس 77,850 و لیر ترکیه 1,900 تومان بود. دمای هوا برای فردا: ماگوسا و اسکله 25 تا 33 درجه، نیکوزیا 22 تا 39، گیرنه 24 تا 35، لفکه 25 تا 36، پافوس 24 تا 32، لیماسول 25 تا 35، لارناکا 24 تا 36 و کارپاز 26 تا 30 درجه سانتیگراد گزارش شده. و حرف آخر این که میخوام امروز یه فیلم خیلی خوب رو بهتون معرفی کنم. فیلم پول رو بردار و فرار کن، ساخته آقای وودی آلن. توی یک سکانس این فیلم وودی و همکاراش برای سرقت وارد یک بانک میشن. از قضا یک گروه دوز دیگه هم همزمان برای دست برد به اون بانک در اونجا حضور داشتن. هر گروه از این دزدا دزدی بانک رو حق خودش میدونه، تا اینکه به این نتیجه میرسن از مشتری ها و کارمندان بانک رأی بگیرن که کدوم گروه لایق دزدی هست. ناقلا فکر کنم که این فیلم رو دیدید. دلتون شاد، لبتون خندون.